ربنا بلا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاء المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين مشرکان که این شبهه را داشتن نشان آن است که این یک مکتب بود، نه تنها تفکر یک گروه خاص، به دلیل اینکه ذات اقدس اله می‌فرماید کذالک فعل الذین من قبلهم. مشرکان عهد کهن و عهد جدید اینا دو گروه شدند. گروهی از اینها همون توده مردم بودند که اهل تحقیق نبودند. بر اساس سنت‌های جاهلی می‌گفتند انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. محققانشون، صاحب نظرانشون در اثر یک مغالطه بین اراده تکوین و تشریع می‌گفتند لو شاء الله ما اشرکنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ذات اقدس اله پاسخ دادن به اینکه این چنین نیست. خدای سبحان نسبت به دیگران مثل شما هدایت را اعمال کرده است، منتها یه عده پذیرفتن یه عده نپذیرفتن. خب این همه افرادی که مهتدین و وسن و سنم را باطل میدونن، بت‌پرستی را باطل میدونن، اونا چی؟ درباره اونها چی میگی؟ مگر ذات اقدس اله دو تا اراده دارد، بردگان را دو جور اراده میکند یا یک جور اراده میکند؟ هدن لناس است، بعضی میپذیرن بعضی نمیپذیرن. اگر چون چه شما بخواهید از فعلتون پی به اراده خدای سبحان ببرید، خب از هدایت مهتدیان هم پی ببرید که خدای سبحان اراده کرده است هدایت کنند. و اصل جامعه این است که ذات اقدس اله از در تکوین بشر را آزاد گذاشته، از در تشریع از همگان هدایت را خواسته. این دو امر، هر کس هدایت الهی را بپذیرد خدای سبحان او را تأیید میکند، به هدایت برتر نازل نائل میکند. این سه امر، هر کس ادبار بکند نبذ کتاب الله برای ظهورهم، خدای سبحان او را مهلت می‌دهد. این چهار امر، اگر راه توبه را عمدن عالمن آمدن به روی خود بست، از اون بعد خدا او را اذلال می‌کند. این پنج امر، و معنای اذلال هم امر عدمی است نه امر وجودی. شش امر، و معنای عدمی بودن اذلال هم این است که او را به حال خودش رها می‌کند، توفیقی به او عطا نمی‌کند، فیضی به او عطا نمی‌کند، اون لطف خاص را از او دریغ می‌دارد و ماننده اون. لذا فرمود به این که اگر از فعل بشر و وصف بشر کسی بخواهد به اراده خدای سبحان پی ببرد، خب ان افراد دیگر که مؤمنن چطور؟ و انبیای دیگر آمدن قبل از اسلام و قبل از پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دعوت الهی و دعوای خود را ارائه کردند. من هم من هدن را من هم من حقت علیه هم زراله. این یه پاسخ جامعی است نسبت به هر دو گروه. اما اینکه فرمود فسیرو فی الارض، منظور این نیست که اونها بالاخره مردند و از بین رفتن. خب بالاخره پایان زندگی هر کسی مرگ است و خدای سبحان اونها را به مقابر ارجاع نداده که برید قبرستانها و گورستان ببینید. خب بالاخره مردند، این مرگ رو انکار نمی کنند. خدای سبحان اینها رو به اون آثار باستانیشون ارجاع میده، میفرماد برید اون ویرانهاشون رو ببینید، اون ساختمانهاشون رو ببینید، اون زندگیشون رو ببینید، اون آثار بجامندهشون رو ببینید که اینها چجور زندگی میکردن، با مصرف بودن و مترف بودن یک، و چگونه سقوط کردن دو. شما اگر آثار باستانی شناسید هم از قدرت و عظمت اونها با خبر می شوید، هم از سقوط و هبوط اینها مستحضر می شوید.
ما که نمیخوام بگیم اونها از بین رفتن تا شما بگید که ما هم میدونیم از بین رفتن. اگر سخن از مرگ بود که خدا به قبرستون ارجاع میداد، الان سخن از ارجاع به قبرستان نیست. به اون آثار فرهنگی و آثار به جا مونده و آثار باستانی ارجاع میداد. فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین. اما درباره این سوالات که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وسیله امن بود، آیا این وسیله امن بودن برای انبیاء دیگه هست یا نه؟ ثبوتاً امکان دارد، ولی در قرآن همچه وعده ای ذات اقدس الله به هیچ امتی نداد، فقط به امت مرحومه وعده داد. به مردم فرمود مادامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین شما هست، خدا شما رو به عذاب طوفان و خسف و زلزله و نظیر سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسومن و این گونه از عذابها شما رو معذب نمی کنند. تو سوره مبارکه انفال این آیه گذشت که به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. فرمود مادامی که وجود مبارک اون حضرت در بین مردم هست، خدا اونها رو به این عذابها تعذیب نمی کند. آیه 32 و 33 از سوره مبارکه انفال این بود. اونا گفتن اللهم این کان هازا و الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب الیم، نظیر عذابهایی که بر امم دیگر نازل می شد. آیه نازل شد که به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. این عذابهایی که مال امم دیگر بود برای این امت، مادامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین این امت زندگی می کند نیست. به مادامی که اینا استغفار بکنن عذاب نیست. این دومی مشترک بین همه امم هست. هر امتی اگر اهل توبه و انابه و استغفار باشد از عذاب الهی مسئول است. اما هر امتی در اثر بودن پیامبرشون در بین اونها از امت مسئول باشد این چنین نبود، در حالی که انبیای دیگر در بین امتشون بودن، خدا اون پیامبر را نجات داد و بقیه رو یا به دریا ریخت یا گرفتار خزف کرد یا گرفتار طوفان کرد که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام ممکن است، ولی این تعبیر وارد نشده. البته ممکن است، ثبوتاً امکان دارد، اما ظاهراً در این کریمه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو شامل می شود. بله، حضور عنصری اون حضرت است، وگرنه خب وجود مبارک روح مطهرش که برای همیشه هست. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فهمد که دو امان از طرف خدای سبحان در بین برای شما مردم بود، یکی رفت دیگری رو دریابی. این مرموش وجود عنصری حضرت است. اینی که تو نهج البلاغه است اینه که کان لله سبحانه و تعالی امانان لأهل الارض. این رو بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خدای سبحان دو امان، دو چیز را وسیله امنیت و امان مردم قرار داده بود. یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی استغفار. فرمود چون اون حضرت رحلت کرد این سبب اول از دست شما رفت، دومی را دریابید، یعنی استغفار را. این معلوم میشه هم وجود عنصری حضرت است. مطلب دیگه این که در این آیه فرمود فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین، که چگونه ذات اقدس اله اینها رو ساقط کرده، به عذاب الهی معذب شده و آثار اینها رو از بین برده. این میشه جز سنن الهی. سنت الهی چهار بخش است. یک بخش مربوط به حسنات است، یک بخش مربوط به سیئات. بخش حسنات هم دو قسم است، بخش سیئات هم دو قسم، قهرن میشه چهار قسم. در بخش حسنات هر کس در مسیر مستقیم باشد فیض ذات اقدس اله به او میرسد. این دو قسم است. گاهی یک امت در مسیر مستقیم است، گاهی یک فرد در مسیر مستقیم.
هر کس در مسیر مستقیم باشد، چه فرد چه جامعه، هر دو قسم فیض خدا قطعی است. این من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، در قبال من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکاز. خب من یتق الله چه فرد چه جامعه، اگه جامعه با تقوا باشد یجعل له مخرجا، فرد با تقوا باشد یجعل له مخرجا. پس در بخش حسنات و مغفرت و نعمت دو قسم است، یک قسم مربوط به فرد است، یک قسمت مربوط به جامعه، و هر دو ضروری است و هیچ کدام تخلف پذیر نیست. اما اون دو بخشی که مربوط به سیئات و معاصی است، در قرآن این چنین نیامده که اگر هر فردی گناه کرده است ما فوراً او رو میگیریم، این رو ممکنه مهلت بده، ولی اگر جامعه ای امتی به طرف تباهی رفت، اون وعید در قرآن کریم هست که همون راکن کذب و فاخذناهم، اگر قریه ای به طرف تباهی برون ما اونها رو ویران میکنیم. البته تمام وعیدهای الهی احتمال عفو درش هست، مادامی که وعید باشد نه خبر. اما وعید درباره جامعه هست که اگر جامعه ای به طرف فساد رفت، هیچ کسی دیگری را امر معروف نکرد، نهی از منکر نکرد، چنین جامعه ای مستحق سقوط است. اما اگر جامعه ای به طرف صلاح و فلاح حرکت میکند، بعضی افراد در بین اون جامعه تبهکاری دارند، این چنین نیامد که ما حتما با عذاب حیات اونها را از بین ببریم، اینا را ممکنه به عذاب برزخ و قیامت گرفتار کنیم. پس دو قسم مربوط به سیئات و عذاب الهی است، دو قسم مربوط به حسنات و نعمت الهی. درباره نعمت هر دو قسمش انجاز شدنی است به حتمی، درباره سیئات اون مقداری که یقینی است اگر امت به طرف فساد برود خدای سبحان را کیفر میکند، اما فرد اگر رفت حتما کیفر بکند این شاید نباشد. مطلب بعدی آن است که در این قسمت فرمود این تحرس علی خدا هم فین لا یکی من یوزد، این کمال وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. همون آیه لعلک باخر الاثار همین لم یؤمن به هذا الحدیث اسفا، اون آیه لا تذهب نفسک علیهم حسرات، که نشان میداد وجود بارک حضرت خیلی علاقه شدید داشتن به هدایت مردم. در پایان سوره مبارکه توبه هم فرمود به این که حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، آیه پایانی سوره مبارکه توبه آیه 28 این است: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. این خیلی علاقمند است که شما هدایت بشید. این تحرس على خداهم شرط مصطلح نیست، یعنی گرچه شما حریصید علاقه شدید دارید به هدایت اینها، اما بنابر این نیست که ما کسی رو با جبر هدایت کنیم. ما عقل دادیم، فطرت دادیم، وحی و نبوت و رسالت و امامت را در دسترس او قرار دادیم که او به اونها مراجعه کند. این عمدن به سوء اختیار خود نبذه کتاب الله و راه ظهوری، چنین کسی حقت علیه الزلاله به خدای سبحان اینا را دیگه هدایت نمی کند. پس این تحرس علی خداهم ضمن اشاره به کمال لطف و صمیمیت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که هدایتی که خدای سبحان بخواهد بینا بدهد، توفیقی به اینها بدهد، این شرایطی دارد. ساریان متمادی ما لطف را به اینها ارزانی داشتیم، اینها بیراه رفتن. فین الله لا یهدی من یزلو، و ازلال خدا هم به همون معنای عدمی است. می‌فرماد به این که نه تنها الان اینها از فیض ما بهره‌ای ندارن، در موقع حساب و تطایر کتب و صراط و مواقف قیامت هم کسی به دادشون نمیرسه، اینا هیچ ناصری ندارن. ما هم که ولی این حالی هستیم از اینا تحت سرپرستی خود قرار نمیدیم. پس بنابراین اینا نه در دنیا حالی دارن نه در آخرت ناصر،
بلکه همه این راه ها را به روی خودشون بستند دیگه، یبغون ها عوجا شدن. فإن الله لا يهدي من يضل این یک، وما لهم من ناصرین این دو. بله، اون روایات که ائمه علیهم السلام فرمودن ان قلوبنا اوعیت اراده الله یک، ان قلوبنا وکر اراده الله دو. این روایات فراوان است. وکر یعنی آشیانه. فرمودن اراده ذات اقدس الله به منزله طائر ملکوتی است. او اگر بخواهد در جهان خلقت پرواز کند، آشیانه اراده الهی قلب ولی اثر است. در این قلب این اراده آشیانه دارد، وکر دارد، اما او باید اراده بکند دیگر. این مرغ ملکوت را باید او زنده کند تا در این آشیانه پر بکشد بشیند. اما اگه او اراده نکرده چی؟ ان قلوبنا اوعیت و ارادت الله. این روایات در زیر آیه ما تشاؤون الله انشاءالله آمده. خب حضرت فرمود دلهای ما وعاء اراده خداست. خب خدا باید اراده بکند تا در این ظرف مستقر بشد یا نه. اگه اراده نه هرچی. فرمود خدای سبحان اراده ندارد که این افراد تبهکار رو به مقصد برساند، ولی این که اینا لیهدهی من هلکن بینه و یحیا من حیان بینه. فرمود اینا در دنیا حادی دارند نه در آخرت. اما جریان عصمت که سوال میشه، عصمت بالغه که از مهد تا لحد، از دوران کودکی تا دوران التهاب، از در عمود زمان، از جهت حوزه عمد و سهو و خطا و غفلت و امثال ذلک تو حوزه اندیشه، از نظر سلطه شهوت و غضب و مهار کردن اونها در حوزه عقل عملی، به این معنای جامع الاطراف برای غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام اثباتش دلیل می طلبد. نسبت به این ذوات مقدس بیان الرشد، این مطلب اول. اما مراحل پایین تر این اثبات امکان دارد، البته کسی معصوم بشود، منتها زمان قبل البلوغ را که نمیتونه تأمین بکنه و خطا و سهو و نسیان را هم کنترلش کار آسانی نیست. بله کسی میتواند به جایی برسد که حتی الامکان گناه نکند، خیال گناه هم نکند. این میشه عدالت کامله، نه عصمت. عصمت آن است که از سهو و نسیان نکند. مگر آدم میتونه اونقدر خاطراتش رو کنترل کنه که هیچ سهو نکنه، مظهر به ما کان ربک نسیا بشه؟ این که مظهر به ما کان ربک نسیا بشه اون کار آسانی نیست. فقط انبیای الهی هن که ذات اقدس اله فرمود اینا رو من خودم پروردم. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه است، همون بیان در بیان نورانی امام اصغر و نافدا تو توقیات مبارکه اون حضرت هم هست. هم امام اولی رو فرمود هم امام آخر. اونی که تو نهج البلاغه است اینه که نحن ثنای و ربنا و الناس بعد ثنای و لنا. همین توقیع مبارک حضرت هم هست. فرمود ما ثنی و خداییم. این فعیل من مفعول است. ما مصنوع خاص خداییم. خدا رو ما خیلی سرمایه گذاری کرده. خب البته خدا خالق کل شیء است، همه را خدا آفریده، اما مصنوع ویژه اوییم. این رو خدای سبحان با دست خودش ساخته، قلب خودش بر اینها متحر کرده و این حساب زاره. بله نه ثنای اونا، اونا برای ما خلق شدن، یعنی ما هدف اونهاییم، ما اسوه اونهاییم. اینا خلق شدن که به ما اقتدا کنن، نه اینکه ثنای اونا. ابن ابوالحدید در زیل این جمله نورانی است امیر سلام الله علیه که نحنو سنا او ربنا و الناس بعدو سنا او لنا، تعبیر تند و بلندی دارد که نحنو عبید الله و الناس عبید لنا. خب این رو در فضای اهل سنت میشه گفت، برای اینکه اونها وقتی بگن عبید یعنی شاگردان ما هستند به این معنا.
اما در این فضا اگر کسی بگوید شیعه را متهم به غلو میکنند. این ابن ابی الحدید است که به صراحت در شرح نهج البلاغه در ذیل همین حدیث نورانی میگد وقتی علی ابن ابی طالب فرمود الناس ثنا نحن ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا، در برخی از نقل ها و الخلق ثناء لنا یعنی عبید لنا. اگر سخن از ناس باشد این دایرش محدوده، اگر سخن از خلق باشد دایرش وسیع تره، سماوات و عرض و جبال و براری و سحاری همه رو شامل می‌شود. که اینها برای ماین، اونها برای انسان کاملن و البته انسان کامل نسبت به کل جهان همون سلطه ای را دارد که روح ما نسبت به اعضا و جوارح و مجاری ادراکی و تحریکی ما این سلطه را دارد. یکی از خواص ولایت کلی این است که روح ولی نسبت به کل عالم به منظره نفس است و کل عالم به منظره بدن. اگر ولی خدا، حالا یه وقتی سخن شق الارض شق القمر است که معلوم، اگر یه وقتی شق الارض شد که موسی کریم گفت فخسفنا بهی به بداره الارض، این شده شق الارض. اگر شق دریا شد فضر بحثا کرد بحر میشه شق البحر. اگر یه وقتی جوشندن چشمه هاست از یک سنگ فضر بعثا کل حجر فند وجرد میشه شق الحجر. شق الحجر هست، شق البحر هست، شق الارض هست، شق القمر هست، برای اینکه همه اینها به منظره عبدان اون ولی کاملن. این معارف تو اهل سنت متاسفانه نیست. اینا برای اینکه مسئله سقیفه را توجیه کنن قدیر را حذف کردن، برای اینکه دست خیلی ها به خلافت برسد نبوت پایین کشیدن. تو اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که دعای عصر غیبت هست خیلی مطلب نهفته است. اینکه حضرت فرمود در عصر غیبت بگویید اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، که برهان لم است که قبلا هم بحث شد. برای اینکه اگه کسی خدا را نشناسه خب یقینا پیغمبر را نمی‌شناسه، چون پیغمبر خلیفه خداست. اگر مستخلف و انه نشناسه خب چجوری خلیفه را بشناسه، چگونه پیغمبر را می‌شناسه؟ و اگر کسی پیغمبر را نشناخت یقینا امام را نمی‌شناسه، او چه می‌دونه قدیر چیه؟ این برای او قدیر و سقیفه فرقی ندارد. این وقتی مستخلف انه نشناخت تیم و عدی هم به جای او می نشینن. حضرت فرمود بگید خدا یا طوری وان توفیق بده که ما پیغمبر رو بشناسیم، نبی رو بشناسیم، رسول رو بشناسیم، نبوت رو بشناسیم، رسالت رو بشناسیم. اگه او رو شناختیم الا و لابد قدیری خواهیم بود. من اینکه کسی به جای او می نشیند که معصوم باشد. مگر می شه آدم پیغمبر رو نشناسه و بتونه فرق بگذاره بین قدیر و سقیفه؟ اللهم عرفنی رسولک، این که دعای اللهم اغفر لنا نیست که، این برهان لم است. فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. خب ما میخوام جانشین پیغمبر رو بشناسم، خب اگه توفیق پیدا نکردم نبی رو بشناسم، خب هر کی مردم به رأی دادن اون میشه خلیفه. این مشکل اونها اینه. و اگر این راه برای اونها باز بود و این دعاها را به عنوان درس مطرح میکردن دیگه حرف نمیزدن. اونها چون خیلی برایشون تند و تیزی اثر ندارد، ابن ابی الحدید و امثالش رو متهم به غلو نکردن. اما اگر همین بیان ابن ابی الحدید را مرحوم ابن میثم تو شرح نهج البلاغه میگفت یا مثلا سایر شارحان شیعی رو این جمله تکیه میکردن متهم شدن به غلو. شما رو شهر نهج البلاغه ابن ابی الحدید مراجعه کنید. خب بنابراین اسمت اون مراحل رقیقش ثبوتش برای غیر امام و پیغمبر امکان دارد، اما اثبات اون مسئولیت مطلقه از سهو و خطا و نسیان و امثال ذلک این خیلی سخت است. ابو رافع است میگوید، ابو ذر است میگوید من در جبهات بر مسافرت ها وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوابیده بود، رفتم یه شاخه ای رو بشکنم ببینم پیغمبر در زمان خواب هم میشنود یا نه، میبیند یا نه.
دیم حضرتمو چه میکنی؟ عرض کردم میخوام بیازمایم ببینم میفهمید در خواب یا نه. فبود حالا خیال کردی ما خوابیدیم چشم بسته است، تنام و عینی ولا ینام و قلبی، مگه ما میخوابیم؟ او که تو منزل خوابیده است میدونه فلون کس در فلون بیمارستان یا فلون درمانگا یا فلون هتل یا فلون مسافرخانه یا فلون منزل که بیدار است داره چه میکنه. تنام و عینی ولا ینام و قلبی، این مقام مال اونهاست. اثباتش خیلی سخت است برای دیگری، اما همونطوری که نبوت مراتبی دارد، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، یک رسالت درجاتی دارد، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ولایت و عصمت و این گونه از معارف الهی هم مراتبی دارد. سه، ممکن است مراتب رقیق عصمت شامل حال دیگران بشود و بتواند مثلا کسب بکنند، اما اون عصمت بالغ و اینها دشوار. اما درباره اینکه چه فرق است بین ائمه علیهم السلام و بین انبیایی که حافظ شرایع انبیای اولوالعزمن، چون انبیا اونا که اولوالعزمن شریعتی دارن، کتابی دارن، قانونی از طرف خدا آوردن، انبیای دیگر که زیر مجموعه هستن مثل لوط که خودش به هستی ابراهیم سلام الله علیه ما ایمان آورده است، حافظ شریعت اون پیامبر اولوالعزم است. فرق بین نبی که صاحب شریعت نیست ولی حافظ شریعت پیامبر قبلی است با امامان ما علیهم السلام این است که اینها وحی تشریعی ندارند، وحی انبائی دارند، وحی تسلیلی دارند، انهای وحی فراوان است، اخبارات غیبی دارند، جریان موضوعات را دارند، تأیید دارند، اینها هست. اما وحی تشریعی که ذات اقدس اله بگوید حکم خدا این است، ابلاغ بکن، بگو خدا به من وحی رسونده است که فرون چیز واجب است، تا حال نبود، فرون چیز حرام است، تا حال نبود، یا قبلا جور دیگه بود، اینا مخصوص پیامبر است. ممکن است این حکمی که به وسیله وحی به پیامبر صادر می شود مطابق با شریعت همون انبیای اولوالعزم باشد، یا خدای سبحان به این پیامبر غیر اولوالعزم از راه وحی تشریعی الهام کند، وحی بفرستد که شریعت حضرت ابراهیم این است. دیگه لازم نیست وجود مبارک لوط از حضرت ابراهیم سوال کند شریعت تو چیه، بلکه خدای سبحان با وحی تشریعی به او میفهماند که شریعت حاکم فعلا اینه. اما برای ائمه علیهم السلام انهای فراوان وحی هست، الهام هست بدون مسئله وحی تشریعی. همین بیان نورانی که از تعمیر در خطبه قاصعه دارد، خب یه حرفاییست که بالاخره راه عقل نیست، هیچ عقلی به این دسترسی ندارد. در خطبه قاصعه فرمود که شیطان 6000 سال خدا را عبادت کرده، معلوم نیست این 6000 سال از سالهای دنیا است آخرت. خب اطلاع بر 6000 سال عبادت او که او 6000 سال عبادت کرده، این که مطلب عقلی نیست، عقل که در این مسائل راجل است. اگر روایتی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده باشد، خب معلوم شود که از تعمیر از اون روایت چیز گرفته، اما اگر نباشه خب خدا وحی فرستاده، این مطلب علمی است. از این گونه وحی ها فراوان است که به ائمه رسیده. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه تو کتاب شریف امانیشون نقل میکنند، بعد از رحلت امام باقر سلام الله علیه، سالم ابن ابی حفصه با یه وفدی با یه هیئتی آمدن خدمت امام صادق سلام الله علیه به عنوان عرض تعزیت. هنوز وجود مبارک امام صادق با اون جلال و شکوه شناخته نشده بود. این به عنوان نماینده هیئت و وفد رفته سخنگوی اونها بود و عرض تسلیت کرد و گفت و به حضرت عرض کرد که ما کسی را از دست دادیم که وقتی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث نقل میکرد، هیچ کسی به خودش جرأت نمیداد که از او بپرسد که شما که در زمان پیغمبر نبودی این حدیث از کی نقل بکنی، اینجور بود، ما یه همچه کسی را از دست دادیم. این رو به عرض امام صادق رسوند که هنوز امام صادق نشناخته بود. مرحوم مفید رضوان الله نقل می‌کند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه یه لحظه تأمل کرد و بس هر برداشت، بعد اون حدیث قدسی رو خوند که قال الله سبحانه و تعالی
اگه کسی صدقه بدهد من اون صدقه رو چند برابر بکنم با پاداش بدهم. کما یربی عهدکم فل و هو اوفل و همونطوری که گاهی شما یک بره آهو گوسفند یا بره گوسفند رو میپرورانید، بزرگش میکنید، فربه میکنید، منم صدقه رو چند برابر فربه میکنم به شما میدم. سالم ابن حبی حفصه دیگه وضعش روشن شد، آمده به این وفد و هیئت گفته که ما رفتیم تسلیت بگیم کسی رو از دست دادیم که بیواسطه حدیث رو از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند، الان کسی به جای او نشست که بیواسطه از خدای سبحان دارد نقل میکنه. اینا این مقام دارن. اما وحی تشریعی که چی واجبه چی حرامه چی حلال است، این رو همونطور که از تمیت و نهج البلاغه دارد که بعد از اهلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احد، فرمود بعد از رحلت شما اون وحی تشریعی قطع شد. برای اینکه انبیای دیگر علیهم السلام که رحلت کردن گرچه موقتا وحی قطع شد ولی به وسیله پیامبر بعدی مخصوصا به شما، وسیله شما که خاتم انبیا علیهم السلام هستید، این وحی تشریعی ادامه پیدا کرده. اما بعد از شما دیگه وحی تشریعی نخواهد آمد. اینا امتیازات تفاوت‌های این دو قسم وحی است. چرا قصر اتمام؟ اون حکم رو وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و وجود مبارک است امیر و ائمه علیهم السلام فرمودن، چون اهل بیت از جا گرفتن، خیلی از موضوعات بود که در اون زمان نبود بعدن پدید آمده است. وجود مبارک پیغمبر اینها رو به وجود مبارک است امیر و اهل بیت فرمودن که چون اصل شهادت است سید شهدا رو قدم به قدم خبر دادن. درباره وجود مبارک ولی از ارواح نفدا صدها حدیثی که پس از دیگری از اونها رسیده است. بخش وسیعی از وجود مبارک شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. خب جریان کربلا را پیغمبر قبلا فرمود. وجود مبارک هست امیر 20 سال قبل از جریان کربلا وقتی از جریان جنگ صفین عبور میکرد به سرزمین کربلا رسید، از اسب پیاده شدند، با دستانش اشاره کردن فرمودن ها هنا ها هنا ها هنا و خاک رو گرفتن و بو کردن و دو رکعت نماز خوندن. عرض کرد اینجا چه خبره؟ فرمود ها هنا مسار و عشاقین، عاشقانی در این سرزمین رحلت میکنن. خب اینا رو از قبل فرمودن، همینا رو فرمودن، احکامش هم فرمودن دیگر. بنابراین اون چه که مربوط به شریعت است فقط از ناحیه ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسد. اما علوم فراوان، حوادث فراوان، مطالب فراوانی که هست، اینا وسیله ائمه ممکن شد. نوحی تشریعی قطع شده است. بزرگ مبارک صدیق کبری سلام الله علیه وحی تشریعی نیامده که چی واجب است چی حرام است. الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه وحی نبوتی نیامده که چی واجب است چی حلال است چی حرام است. اما جبرئیل آمده، اخبار را گفته، حوادث را گفته، تبیین اونها را، تفسیر اونها را، تشریح اونها را، اونها را بیان کرده. مطلب دیگه که سوال شده درباره آیه تطهیر، یکی از وجوهی که میگفتن این آیه تطهیر شامل زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیشود، این است که همه ضمیرهای قبل از این جمله ضمیر جمع مؤنث است و ضمائر بعدی هم ضمیر جمع مؤنث است، این وسط ضمیر جمع مذکر سالم، که این از نکاتی است که از زید بن علی سلام الله علیه و رضوان الله علیه هم نقل شده است. خب گاهی اهل سنت ممکنه جواب بدن که چون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس شامل پیامبر و اهل بیت می شود، یعنی همه اعضای خانواده، به احترام پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این تقریبا ضمیر جمع مذکر سالم مذکر آورده شده. لیذهب عنکم که فرمود، جمله های قبل مربوط به زنان پیامبر است، جمله های بعد هم مربوط به زنان پیامبر است.
این مربوط پیامبر و اهل بیت اوست، هم زنان او هم بچهای او. از این جهت ضمیر جمع مذکر سالم. پاسخ این سوال این است که این اراده یا تشریعی است یا تکوینی. اگه اراده تشریعی باشد که خب مختص به اهل بیت نیست، خدای سبحان برابر آیه 6 سوره مائده از هر مکلفی خواست که طاهر باشه دیگه، آرزو نشه. تشریعاً خدای سبحان از همگان خواسته و همگان را دعوت کرده که طاهر بشن. اگر تکوینی چین که تکوینی است، این یقیناً شامل زنان پیغمبر نمیشه، برای که یکی اون خونریزی جنگ جمل را به راه انداخت که مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه طوسی رو. این تو متن تجدید دارد که مخالف و علی فسقه اما محاربه و کفره. کار آسانی نیست. یه وقت از کسی مخالفت میکند در بعضی از مسائل و معصیت میکند، خب بالاخره مسلمان فاسق است. یه کسی روی علی ابن ابی طالب شمشیر میکشد که نمیتونه مسلمان باشه که. چون فریقین نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود علی حربو که حربی. خب شما به هر فقیهی بدید ازش کفر میفهمد دیگه. مگه کسی به جنگ پیغمبر بره مسلمان است؟ حربو که حربی، سلمو که سلمی. خب علامه هم کاملا پذیرفته فرمایش خواجه رو. مخالف و علیین علیه السلام فسقتون و محاربوه کفره. و کسانی که اون خونریزی جنگ جمل رو به راه انداختن، حالا برفرض توبه کرده باشن، این مشمول آیه تطهیرن به اراده تکوینی. اونی هم که تو سوره مبارکه تحریم هست که نام بردن اینها مصلحت نیست، در آیه سوم سوره تحریم این است، اونم همینطور، اونم از همسران حضرت بود دیگر. در سوره مبارکه تحریم آیه سوم این است و اذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العلیم الخبیر. بعض از اسرار خانوادگی رو وجود مبارک حضرت برای یکی از این زنها گفته. این بنا بود این سر رو محفوظ نگه بدارد، رفته افشا کرده. آیه نازل شده یا رسول الله این سری که به اون زن گفتی رفته افشا کرده. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون زن گفت چرا این کاری کردی؟ به حضرت عرض کرد کی به شما گفته؟ فرمود خدا. نبأنا العلیم الخبیر. خب این میشه مشهور آیه تطهیر. بنابراین اگر اراده اراده تشریعیه باشد که اختصاص به اهل بیت ندارد، خب ذات اقدس اله شرعاً از همه خواسته که طاهر باشند، از کی نخواسته؟ اگر اراده تکوینیه باشد چه این که هست، پیغمبر است تو همین 5-6 نفر. اون دو نفر که جزء سران این گروه بودند که هر کدام این کارا رو کردند. نمیشه که بگیم آیه تطهیر اراده تکوینیست و شامل حال اینا هم میشه. قهرن تکوینیست و مخصوص این خاندان. این مثله. و از طرف دیگر شما میدونید ما تو بحث ها به روال شیخ مفید و امین الاسلام بحث میکنیم، تو نوشتن ها به روال المیزان کتاب نوشته میشه، چون سیدان استادم همین کاره میکرد. ایشون تو بحث به روال شیخ طوسی و امین الاسلام یعنی مجموع بیان بحث میکردن که روایات و تو آیات، آیات رو با کمک روایات مذاکره میکردن، تر میکردن. در موقع تدوین کتاب، تألیف کتاب، تنظیم کتاب، بحث تفسیری از بحث روایی جدا میشد تا هر کدام حوزه خاص خودشون داشته باشن. الان میبینید ما تو بحث ها اینجور بحث میکنیم. اینطور نیست که آیه تمام بشه بعد بگیم بحث اون روایی. این آیات را باید به کمک روایات حل کرد، مخصوصاً شأن نزول. خب جریان کسا را مگر شیعه فقط نقل کردن یا شیعه و سنی مکرر نقل کردن؟ جریان در اصحاب کسا مگر غیر از اینا؟ مگر ام سلمه با اون
نزاهتی که داشت مشمول این آیه بود. وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انت علی خیر، ولی اینجا جای تو نیست. این رو هم شیعه نقل کردن، هم سنی ها نقل کردن. خب اینو شأن نزوله، شأن نزوله که نمیشه گذاشت کنار و بگیم ما این اطلاق آیه. اگر شأن نزول مبین آیه است، شارح است، تحریر کننده آیه است، خب باید اینا رو داشت بودتون باری که حضرت در زیر کسی فرمود اللهم هاولای اهل بیتی، اون که گوشه کسی را بلند کرد از دنان حضرت بود دیگر، خواست وارد بشه فرمود انت علی خیر، ولی اینجا جای تو نیست. خب این رو شما هم نقل کردید دیگر. پس نمیشه گفت که این آیه شامل همه اهل بیت است. والحمدلله رب العالمین.